اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. یک نفس از غربتم تا وطنم می روم. یک بغل آواز را همراه خود می برم. نام تو را در سفر به نور جان می کشم که شوق دیدار تو کشیده در آتشم. گذارم از زمستان به سوی نوبهار است. ولایت جهل و جور ز ترس بیقرار است. سپیده سر میزند به دیده میهنم. شکوفه نسترن شکفته بر دامنش. رسید صبح پیروز به شانه نهاوند. نگاه کن فریدون رسیده از دماغ. علی رضا نوریزاده چهارشنبه 13 ماه ژوئیه جولای 22 تیر ماه به شما سلام. طبیعتاً دیروز رو با خبرهای واکنش بانوان در برابر طرح عفاف سید علی آقا گذروندیم. خیلی تصاویر جالبی بود که حالا دیروز در برنامه زنده مشاهده کردید. ولی امروز هم بازتاب اون و انعکاس اون در جامعه ما به صورت گسترده‌ای در گفت و شنود هست و تصاویر و فیلم ها همینطوری داره میاد. گفتم دیروزم اشاره کردم چه کسی پریروز، چه کسی بهتر از یک بانوی باورمند به سنت ها و در این حال آزاده تا دلتون بخواد او مهمان من باشه امروز. شما خودتون میدونید که من بسیار به بانو فاطمه سپهری ارادت دارم. شجاعت این بانو، توان تحملش از ناملایمات بانویی که در نوجوانی همسرش در جبهه شهید شد و بعد چطور زندگی رو واقعا به دندان گرفته و تا امروز کشید. زندان رفته اومده، برادر در زندان، آزار خانواده، با این همه همچنان میگوید و همچنان اسباب آزار کل ولایت فقیه. درود میفرستم به بانو سپهری عزیز. سلام، منم درود میفرستم به شما و بینندگان و ممنونم که این فرصت رو باز دوباره به من دادیم تا با هم میهنانم با هم زبونان صحبت کنم. خب اول خانم سپهری عزیز به من بگید نظر شما به این طرح عفاف و واکنش بانوان کشور نظر خودتون چیست؟ من نظر شخصی خودم رو میگم که من محکوم میکنم هر نوع اجباری به خانمای میهنم. میخواد مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، چون ما یک مذهب که در ایران نیست که بگیم همه مسلمان اثناعشری هستیم. نه، اهل تسنن هست، دراویش هست، بهایی هست، زرتشتی هست، کلیمی، مسیح، همه مذاهب هستن و من برای تک تکشون احترام قائلم و هر جنایتی که جمهوری اسلامی
انجام بده محکوم میکنم، از جمله اینکه اومدن و حجاب رو باز مجددن باز یک دور جدیدی رو آغاز کردن، چون که از همون ساعتی که خمینی اومد و قدرت رو گرفت اولین کاری که کرد حجاب اجباری بود و خانوما بودن که اعتراض کردن. ولی من الان میگم 3 ساله که دارم جلو این دوربینا میشینم و میگم که من محکوم میکنم هر جنایتی که بکنه، هر کاری که بکنه، هر اعتراضی که به مردم معترض بشه به مردم، من محکوم میکنم. و همینجا میگم که خامنه‌ای از روزی که آمدن، از دولت اصلاحات که شروع شد، دهه فاطمیه ایجاد کردن که حضرت فاطمه در خونش رو شکستن و بیان گریه کنیم. حالا کی شکست و چجوری شکست و اصلا در خونه در داشت اون خانه چجوری بود حالا نمیدونم. و 20 میان میرن در خونه مادر پویا بختیاری رو میشکنن که همه دیدیم زندگیشو به هم میریزن و یک مادر داغدار که 3 سال داره در فراغ عزیزش میسوزه میبرن. متاسفم برای خامنه‌ای و دار و دسته خامنه‌ای. خانم سپهری، اولا شما میدونید این افسانه هایی که اینا درست کردن یک ریال ارزش نداره. نه کسی به در خانه فاطمه زهرا رفت. یعنی اگه واقعا علی رفته بود توی آشپزخونه نشسته بود، پس این ولایت علی هم باطله. مردی که از همسرش دفاع نکنه، همه اینا دروغه. مگه دو تا از نزدیکترین صحابه پیامبر می اومدن به دختر او تعرض کنن؟ اینا همه دروغ و افسانه های ملا باقر مجلسی و امثال همه. و این دکون ملا هاست. الان 3 تا فاطمیه درست کردن، 3 تا، و چه بازی و بساطی درست کردن. حالا بعد توی از یه طرف میگن مزار فاطمه زهرا در مدینه است، از اون طرف رفتن تو عراق یه تشکیلات فاطمیه درست کردن، میلیاردها پول ملت ایران رو بردن. برحال همه اون میدونیم اینا دکونه. خانم سپهری، من دلم میخواد شما به عنوان یک بانوی که اینا هیچ ایرادی هم بهتون نمیتونه از نظر ظاهر رو لباس بگیرن، وقتی این دختران شجاع رو میبینید واقعا با چه شجاعتی در این جمهوری جهل و جور و فساد میان بیرون و حجاب اجباری رو نمیپذیرن، شما واقعا وقتی اینا رو میبینید چه احساسی دارید؟ هم خوشحالم، هم آرزوی موفقیت میکنم برای تک تکش، چرا که بدن هر زنی به خودش تعلق داره و جمهوری اسلامی حق نداره که بخواد بگه چی بپوشیم، چه جور بپوشیم، چه جوری بیایم بیرون، چه جوری زندگی کنیم. و من برای تک تکشون آرزوی موفقیت. سبب خانم سپهری، دلم میخواد یک کمی هم راجع برادرتون بگید، در چه حاله، چه جوریه؟ خیلی بیخبریم ازش. برادر من با هم که دستگیر شدیم، باز دوباره بگم تکرار کنم، چون که جنایت ها اتفاق افتاد در زندان وکیل‌آباد. یک نوبت در اسفند 98 فرستادن تو بندای دیگه کتک زدن، یک نوبت در شهریور 99 و در مرداد 99 تلفنش رو گرفتن ازش. کارت تلفنی داریم که به حساب داشتیم که چی میکردیم، شارژ میکردیم و هر چقدر هم طرف میخواست زنگ میزد هزینه‌ش هم میداد. الان 2 ساله که کارت تلفنش رو گرفتن. قبل از رفتن به زندان برادر من عروق گردنش مشکل داشت که دکتر گفته بود احتمال سکته هست، و در زندان هم که حالا چند دفعه دکتر ویزیت کرده گفته که تحمل حبس براش غیر ممکنه. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نه برای درمان نه برای مرخصی، تا الان که دیگه 5 مرداد روز شمار میشه زندان، 3 ساله که برادر من زندان هنوز نیومده و 29 خرداد آوردن برای MRI بیمارستان امدادی که هنوز هیچ خبری نشده. و من دیروز خیلی حالم بد شد که زنگ زد و الان 2 سال دیگه با محدودیت 4-5 دقیقه برای هر کدوم، مثلا به من زنگ میزنه، به 2 تا پسر کوچیکش، خانومش، مادرم. بعضی روزا هم یک کمی کوتاه‌تر ما صحبت کنیم، به برادرام صحبت کنیم. دیروز زنگ زد گفت
که رئیس حفاظت زندان الان شخصی است به نام جاهدی اومده داخل بند شیشه. گفتم آقای جاهدی چرا کارت تلفن منو نمیدین به من؟ برگشته گفته که ما به شما اعتماد نداریم. و من امروز که زنگ زد محمد دیگه فرصتی نشد که مثلا ازش بیشتر مثلا. گفتم امروز بهش که آقای جاهدی رو اگه اومد دیدی بهش بگو بیشتر توضیح بده. محمد حسین سپهری با 27 سال سابقه کار خدمت در آموزش و پرورش و 3 ساله که در زندان وکیل‌آباد است. روزی هم که بردین به زندان جز واقعیت و حقیقت جامعه چیز دیگری نگفته بود. الان شما چه مثلا ترس و واهمه ای دارین و چه اتفاقی میخواد بیفته که کارت تلفنشو نمیدین؟ که یک سری دیگه هم در زندان قاضی ناظر زندان عباس دهقان گفته بود که تلفن یک تسهیلات برای زندانی، میتونیم ندیم بهش. شما که با زندان سر و کار دارید و میرید و میاد و نزدیکانتون تو زندان هست، من اینم دلم میخواد که شما بازگو کنید آیا طبیعت این افراد تو زندان جنایتکاره یا اینا تربیت میشن آماده میشن برای اینکه اینجور رفتار داشته باشن؟ چون به هر حال همون آقای جاهد یا هر کی میگید اونم بچه داره، زن داره، برادر داره، خواهر داره، هیچ کدوم اینا این احساسی ندارن، عاطفه‌ای ندارن. یعنی اینا رو وقتی میفرستن اون تو فارغ از تمام صفات میکنن؟ احتمالاً. وگرنه من اگر شرف و انسانیتی در وجود طرف باشه میگه خب اگه من اون چی که برای خودم میپسندم باید به دیگران هم بپسندم. حالا به هر جهت طرف رو بردین، محکومم کردین، 6 سالم زندان دادین، زندانه. یعنی این حق و حقوق یک زندانی که باید دیگه مشخصه، باید بهش داده بشه، نه این که به زور بخواد از اینا بگیره. مطمئن که اینا خالی از هر نوع انسانیت و شرف و وجدان هستن که میرن و با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. وگرنه چرا این کارا رو بکنن؟ واقعا اینا انسانیتی در وجودشون نیست. باید اینو محکم بگم و میتونم به جرأت بگم. وگرنه به قول شما همه خانه دارن، خانواده دارن، خواهر و برادر دارن، مادر دارن، بچه دارن، ولی خب متاسفانه اینجوری دارن عمل میکنن. پس انسانیتی در وجود اینا نیست. خانم سپهری، من تو رژیم گذشته رفتم زندان کوتاه مدت و در این رژیمم رفتم باز کوتاه مدت. من هرگز برخورد مامورانی که در اون رژیم اومدن منو گرفتن و برخورد مامورا اینا رو یاد نمیبرم. اینا به گونه حمله کردن که لشکر مغول، یعنی خونه من، اون آپارتمان من پر شد از اینا و حتی من لباس میخواستم عوض کنم یکی دنبالم میمن. حالا منظورم اینه که شما در طول این مدتی که با اینا تعامل کردی آیا واقعا یه آدم درست تو اینا ندیدی؟ یعنی واقعا کسی هست اینا دیدی؟ چرا؟ دیدم. آره الان سالن ملاقات که میریم چند نفری اونجا هستن که حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو ببرم، بسیار برخورد درستی دارن، بسیار برخورد درستی، ولی انگار لایه لایه هست. هرچی از ما دور میشن که فاصله بین ما و اون عزیزی که در زندان هست، اونایی که با برادرم در تماس هستن انگار میخوان نوکریشون و سرسپردگیشون رو به خامنه ای ثابت کنن. وگرنه اینا که در رفت آمد هستیم در سالن ملاقات، اینا بسیار برخورد محترمانه و بسیار خوب. واقعیت شو بگم، من هیچ وقت از اینا هیچ کوتاهی کاری از دستشون برآمده حتما انجام دادن. خیلی وقتا هم شده که بسیار تلاش کردن و اونا اجازه ندادن، اونهایی که در درون زندان هستن. همیشه بری، خیلی جالبه که شما میگید، برای اینکه من قاضی رو دیدم، حکمی یادم هست برای آقای گنجی داده بودن، برای آقای اکبر گنجی، خیلی طولانی و با چه این قاضی اومد حکمو
تبدیل کرد به 6 ماه و گفت این 6 ماه رو هم کشیده آزاد بشه. بلافاصله این قاضی رو عوض کرده. یعنی مبنای کار رژیم مبنای اینه که این افراد فارغ از عاطفه بشن. و اینکه شما میگین واقعا استثناها رو باید احترام گذاشت بهشون، به هر حال در اون دستگاه خودشون رو حفظ میکنه. بگذارید برگردم به مسائل داخلی کشورمون، قضایایی که روز به روز باهاش سر و کار داریم. ما شاهد یه موج اعتراضی در کشور بودیم. الان بازنشسته ها محدود شده، معلم ها نمیدونم چه اتفاقی افتاد که حالا عده‌شون رو دستگیر کردن. آیا این فضا هنوز در کشور باقی است؟ یعنی شما هر روز که بلند میشین این انتظار دارید موج تازه ای از تظاهرات و اعتراضات رو شاهد باشین؟ الان یه جوری شده زندگی مردم که همه جهاتش با غم و مصیبت و بیچارگی مبتلا. بله الان طرف نون برای خوردن نداره، کار نداره، اعتیاد فراوان شده تو ایران و این سرکوبای جمهوری اسلامی هم که دائم برقراره. همین هفته تیر بود که خامنه ای اومد به مناسبت روز هفته تیر اون قضایای هفتم تیر سال 60 حرف بزنه که بازم دیدین که تهدید کرد خدای سال 60. بله متاسفانه. خب مردم بسیار، آره مردم بسیار در تلاطمن، بسیار مردم ناراحتن. یعنی حالت انفجاری در چهره همه میبینیم، همه ناراحت، همه سرگردان، همه گرسنه، همه دستشون خالی، درآمدی ندارن، کاری ندارن. جمهوری اسلامی به جای اینکه اصلا، من با خودم میگم اینا الان 44 ساله که اومدن، ببین اینا یک آدم با شرفی نیست که بیاد بگه خب بریم ببینیم مشکل چیه، مشکل رو حل کنیم. اگه قرار بمانیم این شرایط جواب نمیده. خامنه ای اون دهشت اون همه پشتین اگر جواب میداد که الان باز نمی اومدیم اونقدر پریشان، باز ما رو به خدای دهشت وعده بدیم. ولی خب متاسفانه میخوان، فکر میکنم با سرکوب که همین چند روز پیشم طیبی فری بود گفت ما باید افرادی رو تعلیم و تربیت بدیم و آماده کنیم که دیگه بدون هیچ ناراحتی دست به ماشه باشن. یعنی تا به حال این همه کشتن و این همه جنایت، یعنی هنوز قابل قبول درگاه سید علی نیست. مثل اینکه هنوز میخوان یک نیروهای ویژه‌ای با نمیدونم با چی اصطلاحی آدم به کار ببره که شما فقط با کشتن مردم میتونیم خودتونم حفظ کنیم، که فکر نکنم تا به حال هیچ حکومتی جواب نداده که شما هم بخواهیم ادامه بدین به همون درد. شما اهل مشهد هستید، خوب مشهد رو میشناسید، پای خیابان، تبرسی، نمیدونم باغ خونی غیره. فکر کنید آقای خامنه ای در یه خونه 50 متری، 50 متر که 2 اتاق و یه زیرزمین داشت و این مادر خدا رحمتش کنه محترم این بچه ها رو توی یه اتاق نگر میداشت، حالا 2 دختر و پسر غیره، و اینا پدرم که یه اتاقی داشت که هم بیرونیش بود و هم اتاقش بود و کسایی هم میمدن اونجا پذیرایی میکرد. خب حالا این آقا تشریف بردن به کاخ شاه توی شمال، توی نوشهر، توی رامسر، مقرشون در خیابان آذربایجان، منزل ویژه در لواسان، باغ احمد آباد مشهد. اینا رو همه رو شما کلار هم بگذارید، یا آدم یه ظرفیتی داره. هیچ وقت میگن طاغوت همیشه طاغوت نبوده. ظرفیت آدم هاست که آدم ها رو اون سیروره یا دگرگونی رو براشون ایجاد میکنه. بعضیا از نما مردم ز حیوان سر زد و بعد میگه مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شد. بعضیا از این ور سیروره شونه، بعضیا از اون ور. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا عقبگردی داشت که مردم ما به خاطر سالهای جنگ و اینا زیاد
خوب با پوست و گوششون حس نمی کردن. بعد از جنگ هم بازی های سازندگی و اصلاحات و غیره مردم رو سرگردان کرد. ولی الان مردم دقیقا از زمان آقای احمدی نژاد به بعد با رژیم قهرن. حالا در چنین شرایطی شما نگاه میکنید در سریلانکا نه استبدادی به اون معنا وجود داشته، نه فساد و قتل و غارتی. مردم میریزن در یه هفته رئیس جمهور و نخست وزیر رو میکشن پایین، فرار میکنه روی گرسنگی، فقر. من همیشه سوالم اینه و از آدمهای مثل شما که دستتون تو آتیشه میپرسم، واقعا مردم به اون نقطه نرسیدن که دیگه هیچ نوع مماشاتی لازم نیست، حاکمیت مال اوناست و اگه بیان خیابون حاکمیت رو پس میگیرن؟ اینو واقعا شما حس نمی کنید تو مردم؟ این از سال 96 خیلی جدیتر و پیوسته تر و باشکوه تر داره برگزار میشه که همه میدونیم، ولی جمهوری اسلامی هم خیلی سرکوبگر و خائن و آدم کشه. الان همین که شما گفتین در سریلانکا در تمام این مدت فکر کنم 30 نفر گفتن کشته شده و تموم شد دیگه، اصلا کلن حکومتش تموم شد. ولی برای اعتراض بنزین زمانی که من اون موقع زندان بودم سال 98، هنوز ما آمار کشته ها رو دقیق نداریم، پس مردم میترسن تا حدی و واقعا اینا هم هیچ رحمی ندارن، هیچ شرف و شرافتی ندارن، هر کار دوست دارن میکنن، کسی هم هیچ حساب کتابی از اینها نمیپرسه. حالا شما از آقای خامنه ای و زندگی قبل از حکومتش میگین، حالا چند وقت پیش یکی از اون مجید گوهاش اومد گفت اول رهبری آقا 3-4 در کانکت بوده، که خب اینا همش دروغ و همش دروغه دیگه، این که برای همه ثابت شد. الان هم تمام کشور رو بین خودشون تقسیم کردن و به مردم هیچ توجهی ندارن. این خیلی درده که مردم با این همه ثروتی که ایران داره، این همه توانایی که مردم دارن، این همه بدبختی اصلا قابل تصور نیست. اگه با چشم ببینین طرف رو، هر کیو میبینی داره ناله میکنه. این از هنر خامنه ای هست، باید بگیم از هنرشه، حالا که اینقدر توانایی داشته که همچین کشوری رو به این حد نابود کنه. خیلی نابودی به بار آوردن اینا در این 44 خیلی اصلا ایران رو نابود کردن، چیزی از ایران باقی نمونده. الان هم یقه زنا رو گرفتن به پوشش اجباری، که خب شاید من میگم به این دلیل که مردم حواسشون پرت بشه و این همه جنایت اینا رو نبینن، این قراردادهایی که اینا با چین و روسیه، اصلا ما هیچی نمیدونیم نفت به کی میفروشن، چجوری قرارداد میبندن، به کجا میرن، با کی اصلا هیچی. ملتی سرگردان و بیخبر. خانم سپری، ببینید ملتی رو اسیر کردن با این بازی پرونده اتمی، بازی گفتگو. آخه چقدر گفتگو، بعدم همون حرفا رو تکرار کردن که میدونن دنیا نمیپذیره. و الان آقای بایدن سفر منطقیش رو آغاز کرده و مسلم نتایج این سفر به نفع جمهوری اسلامی نخواهد. الان یه وحدت و همبستگی، بله نه، یه وحدت و همبستگی منطقی ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی، چون همه بر این باورن اگر اینا دست به اتم پیدا بکنن روزگار منطقه سیاهه، باجگیری اینا شدت بیشتری خواهد گرفت و بنابراین همه در اندیشه یک راه حل اساسی هستند. و من امیدوارم ملت ایران متوجه این مسئله باشند که الان هر حرکت اونا میتونه در نتایج این گفتگوها تأثیر بگذاره. یعنی واقعا وقتی ببینن مردم در خیابانن نمیتونن برن پس پشت پرده با رژیم توافق کنن. این به نظر من خیلی عامل مهمی هست. یه نکته دیگه از شما بپرسم، بعد درنگ کوتاه خواهم کرد، پشپندش میخوام راجع به چند سوال شاید بحث برانگیز بپرسم. شما در یه شهری هستید که همیشه بافت مذهبی داشت،
ولی در این حال یه شهر آزاد بود. آزاده بود به معنای بسیاری از شاعران، نویسندگان، بزرگان همون دانشگاه توس در مشهد استادای برجسته‌ای داشت، دانشجوهای برجسته، یعنی در عین اینکه شهر مذهبی بود، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا همیشه بود، ولی در درون مشهد یک حلقه بزرگ روشنفکری و آزاداندیشی همیشه وجود داشت. دانشگاه فردوسی واقعا یکی از دانشگاه‌های بزرگ، من گفتم توس اشتباه، دانشگاه فردوسی واقعا دانشگاه بزرگی بود و در رشته‌های مختلف پزشکی غیر کسانی مثل دکتر سامی رادها اینا اونجا بودن، دکتر متینی ها اونجا بودن و خیلی جای برجسته بود. حالا میخوام از شما سوال کنم، اولا زنان در مشهد، زنانی که بعضا به اجبار و بعضا به اختیار حجاب دارن و زنانی که سعی میکنن یه جوری فقط با این تعامل کنن، محیط زنان مشهد رو شما چه جوری میبینید؟ بالاخره شما بانوی سرشناسی هستید، باهاشون گفتگو میکنید، آشنا و دوست دارید. زنان مشهد الان در چه نوع جایگاهی هستن؟ آیا واقعا رژیم در بینشون طرفدار داره؟ آیا این مردک علم الهدا، این حرفایی که میزنه گوش شنوایی براش هست؟ من زیاد در ارتباط و جلسه های آنچنانی واقعیتش من شرکت نمی کنم، ولی همین دوره و چند نفری که من باشون در ارتباط هستم، من ندیدم کسی راضی باشه از این شرایط. من نمی بینم کسی رو راضی باشه که بگه آره من طرفدار جمهوری اسلامی هستم و این شرایط هم خوبه. من نمی بینم کسی رو. یه جوری میگم پیش رفته که الان تمام زندگی مردم دوچار مشکل شده و خامنه ای هیچ توجهی نداره، نه به درون کشور، نه به ارتباط با جهان خارج. و این که گفتین انرژی هستی، این فقط فکر میکنم همون دست دست و زمان گرفتن تا برسه به اون مرحله که دوست داره، حالا بسه نمیدونم کره شمالی بشه یا امثال اون. ولی باز هم میگم چون مردم رو از دست داده جمهوری اسلامی، اگه هر کارم بکنه موفق نخواهد، چون مردم نیستن باهاش. حکومتی ارتباطش قطع بشه با ملتش، یعنی ارتباطی، و این بسیار به نظر شما میگید کاملا درسته، حالتی پیدا میکنه که دیگه جدایی دریا بینشون. از بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و بعد برگردم خدمتتون، چند تا سوال بسیار با اهمیت هست که خدمتتون عرض میکنم. بریم روژان عزیز، بانوی نازنینی که در امریکا زندگی میکنه، این ترانه شما خیلی دوست دارم، راجب زن خونده، شعرش هم مال هادی جان خرسندی، با هم گوش بود. با درود دوباره خدمت شما، خیلی قشنگ بود کار روژان مثل همیشه. سرکار خانم سپهری، من اجازه بدید بیام توی آنچه که اپوزیسیون هست و شما هم توش اظهار نظرهای کردید که خیلی مورد توجه قرار دید. اول اینکه جدیدن یه گروه باز اومدن به نام گروه جدید که صمیم و شورای ملی، و بعد توشون چهره هایی هستن که اینه هیچ کدوم واقعا هماهنگی ندارن. مدعی هستن هر 14 نفر در ایران با اینا. من نمیدونم اونایی که تو زندانن چجوری اعلام همبستگی کردن. به اضافه این که در درون این تشکیلات آدم هایی هستن که من بهشون اعتقاد دارم. آدم هایی که ملی هن، به تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارم، ولی در این حال کسایی هم میبینم که از ملیت ها و نمیدونم از حق تعیین سرنوشت از اینا هم صحبت کردن. آیا شما با این گروه تماس بودید یا با شما تماس گرفتن یا خبر دارید که اون 14 نفر از جمله برادر شما اینها رو تایید کردن؟ نه، به من آقای مهدوی فر تماس گرفتن و گفتن شما میان، گفتم نه.
بعد برادرم هم گفته دیگه، حالا اگر شما جایی رفتی یا مثلا بیانیه امضا کردی یا حمایتی کردی، اگر تو این کارو کردی اسم منم بیا. نه ما نبودیم و خب اگه بودیم باید اسممون هم در اون لیستی که اعلام شد میبود. نه ما نیستیم در این گروه. اما در این حال شما وقتی که شاهزاده اون پیام رو داد، موضع خیلی حمایتگری گرفتید و آیا هنوز شما بر اون موضعتون هستید و آیا هنوز بر این باورید که سرنوشت آینده ایران در پرتو وجود یک نظام مشروطه بهتر خواهد شد؟ به طور قطع و یقین، هم روی حرفی که زدم راجع به حمایت از شاهزاده الانم دارم بازم تاکید میکنم و باز هم میگم که وارث ایران خاندان پهلوی هستند و کسی دیگه نمیتونه. ما گذشته پهلوی ها را حالا هر جور که جمهوری اسلامی هم اومد خراب کنه، مخشوش کنه، بد کنه و درست نشه، میبینیم دیگه برگشتن میگن رضا شاه روحت شد، واقعا ایران رو ساختن، ایران رو از بسیاری از بدبختی ها نجات دادن. الانم من باز هم روی حرف خودم هستم، ولی بازم حمایت میکنم از شاهزاده. خانم سپهری، این نکته خیلی جالب بود و باز هم میخوام که بیان و هماهنگی کنن و همراه بشن و این جایزاد رو بس نقابل تحمل و شرایط بسیار سخت شده برای همه. حالا این دوستانم که اومدن شورای ملی تسلیم رو اعلان موجودیت کردن، من حقیقتش نمیدونم، ولی مطمئنم که اونا میخوان که جمهوری اسلامی بره. اینو ما با هم فکر میکنم مشترک باشیم، ولی اونا برنامه چی دارن و برنامهشون چیه هیچی نمیدونم. بله، یه برنامه هم اعلام کردن، خیلی هم خوب بود و من اعتقاد دارم که اگر صحبت از همبستگی میکنیم، به هر حال شاهزادم یه پیامی داد و گروه های مثل حتی گذار اعلام همدلی کرد و اینکه آمادن در یک شرایط مساوی با هم همکاری کنن و این به نظر من اشکال نداره، خیلی هم خوبه. امیدوارم این گروه تصمیمم همین کار رو بکنه. ولی یه نکته که من شما سوال میکنم، ببینید روزی که آوای رضا شاه روح شاد بلند شد در مشهد جلوی مسجد گوهر شد، یعنی جایی که اون برخورد بله بولول و اینا با رضا شاه کردن و رضا شاه هم از پسشون بر اومد، آیا این موضوع در شهر مشهد یک ویژگی خاص داره؟ یعنی واقعا شما حس کردید که مشهدی ها این کار کردن؟ این خیلی مهم بود در یه شهری که رژیم میگه شهر سیدعلی آقاست و شهر علم الهدا و اونجور تو سر مردم میزنن، در سال 96 این آوای رضا شاه روح شاد از جلوی مسجد گوهرشاد برخاست. آیا این فضا همچنان حفظ شده؟ شما اینو میفهمید میبینید؟ بله بله، من دارم به وضوح میبینم که همه حسرت میخورن، میگن چه کار بدی کردیم، چرا ما آمدیم سال 57 همراه شدیم، چرا ما رفتیم فریب خمینی رو خوردیم، مگر چی بود، چی کم داشتیم؟ و من هر کسو میبینم واقعا غیر ممکنه که یادآوری نکنن که زمان شاه ما چی کم داشتیم که اومدیم و پشت سر خمینی قرار گرفتیم و شاه رو اونجور ظالمانه و بیرحمانه از ایران بیرون کردیم و الان واقعا همه دارن میگن اشتباه کردیم. حتی اصطلاحات دیگه هم میبینین در شعاراشون به کار میبرن که ما اگه انقلاب کردیم. بله، و به خصوص نسل جوان برای من جالبه که نه روزگار پهلوی رو دیدن، نه اصلا در اون موقع به دنیا آمده بودن و اینا با چه شهامتی میان و دفاع میکنن و خواستار احیای اون روزها میشن. این به نظر من خیلی مهمه، به ویژه در شهر مشهد، چون مشهد به هر حال یک ویژگی خاصی داره. آقای خامنه ای هم الان قبر خودش رو اونجا درست کرده، یه بارگاه یک قوم العظیم دیگه هم اونجا ایشون درست کرد و اینا خیلی به مشهد نگاه خاصی دارن. ولی
مردم مشهد جواب اینا رو دادن و نشون دادن که در طول تاریخ همیشه در برابر زورگویان ایستادن، الان هم ایستاد. خب سرکار خانم سپهری، حالا به عنوان بانویی که سالهاست داریم میبینیمش، زندگیشو گذاشته، همه چیشو، دلاوران زندانم رفته، حسرت آخم به دل سید علی آقا گذاشته. خب الان شما به هموطنانتون در ایران چه میگوید؟ ازشون چی میخواید؟ من نمیگم همه فاطمه سپهری بشن، ولی الان با بانوان ایران که صحبت میکنید، با برادران ایرانیتون، فرزندانتون، چی به اونا میگید؟ پیامتون به اونا چیه؟ ما روز 6 فروردین تعدادی از معلمین هماهنگی کردن، رفتیم خونه آقای خواستار. تعدادی اومده بودن. اونجا صحبت شد، گفتن ما نمی‌دونم باید بریم جلو زندان تحصن کنیم، باید این معلمین را آزاد کنن. اینا من بودم با برادرم حسین و ما دو نفر گفتیم بیایم، هر کس برای مشکل خودش اقدام کنه. ما اینکه الان برادرم زندانه، ما نهایت تلاشمون رو خودمون میکنیم، حالا دوستان همراه میشن بسیار خوب، ولی بیان همه برای خودمون. حالا این شاید بگن اشتباهه، نه، منی که بچه‌ام بیکاره، منی که بچه‌ای تحصیل کردم کاری ندارم، منی که درآمدی ندارم، منی که نون شب ندارم، همه الان مبتلایم، همه بیاین دست به دست هم بدیم و بر علیه جمهوری اسلامی یه قیام همه جانبه انجام بدیم دیگه. هرچی باد آباد، میکشن بله، زندان میبرن بله، تهمت میزنن، توهین میکنن، همه چی هست، ولی دیگه تا به قول معروف بد نشه خوب نمیشه، چون جمهوری اسلامی زبون دیگه نمیفهمه. این همه معلم در زندان، این همه وکیل در زندان، این همه آواره در دنیا، اصلا هیچی سر جاش نیست. پس همه باید همت کنیم، هرچی هم میگذره اوضاع بدتر داره میشه. الان این همه بدبختی مردم به پوشش زنا، حالا سر یکی لخ یا پوشیده، بابا شکمای گرسنه رو چه کار میکنین؟ من در زندان وکیل آباد یه خانمی بود که با پسر خالش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، یه بچه، گفته بود بچه تو نمیخوام ببر، دوباره ازدواج کرده بود یه بچه دیگه، از اونم جدا شده بود و بعد حالا به چه دلیلی هر دو بچه رو تو خونه جلو اول یکی اولی بعد دومی رو سر بریده بود. جمهوری اسلامی بره ببینه مشکل بانوان این کشور چیه، زندگی مردم رو درست کنه. پس وقتی ارزش رو نداره و گیر داده به حجاب، پس بیایم از همین امروزی که اومده گفته روز عفاف و حجاب و مردم هم اومدن بیانیه دادن گفتن حجاب بی حجاب، از همین امروز، نه فقط 21 تیر، از همین امروز برای همه اینا فرمانی ها آماده باشیم. منی که میرم یه شونه تخم مرغ میخرم، بعد یه هفته میرم دو برابر باید پول بدم، چه وضعشه؟ این چه زندگیه؟ احمدی نژاد بیاد فلان، نمیدونم اون بیاد فلان، این بیاد، هیچ، هر چی میاد اتفاقای بدتر میفته. روزی که رئیسی اومد گفت من برای گشت ارشاد برای مسئولین میذارم، الان تمام شهر رو نیرو گذاشتن و پول مملکت رو دارن خرج اینا میکنن. اگه همین پول رو خرج محیط زیست میکردن که این همه داره ویرانی ایجاد شده، پس اینا اصلا نمیخوان، نه ایران میخوان آباد کنن، نه ملت ایران میخوان زندگی داشته باشیم. پس همه با هم بشیم، تمومش کنیم. این گشت ارشاد رو که میگید در ملموسه، یعنی محسوس میبینید چون همه جا حضور بله. بله، من خودم پارسال خانم ناظمی اومده بود مشهد، آمد خونه من، رفتیم حرم، برمیگشتیم یه ذره روستای شقب بود، اومده جلو میگه خانم نه تو حرم، بیرون، بین حرم تا پنج راه پایین خیابون. خب برگشتم با خودم میگم خب الان این پولی که تو داری میگیری هیچی بهش نگفتیم، خانم ناظمی هم روستایشو کشید جلو، ولی بابا این همه بدبختی، یعنی اگه سطل آشغالی شما بذاری بیرون، پلاستیک زباله رو بذاری بیرون و باز نشه، غیر ممکنه. یعنی منی که بیام سطل آشغالم رو بذارم بیرون، اگه یادم بیاد یه چیزی گم شده، دیگه روم نمیشه، دلم نمیخواد که برم باز کنم،
ببینم توش چیه، اونو پیدا کنم، شاید با آشغالا رفت. ولی طرف میاد باز میکنه، ذره ذره شو نگاه میکنه، اینا رو نمیبینه خامنه ای. فقر مردم دنیا رو گرفته، تمام کشور در فقر و مصیبت و بدبختیه. من روستایی دارم، فامیل دارم، میرم میگه گریه میکنه، میگه آذوقه برای گاو و گوسفندام ندارم. همه به خاک سیاه نشستیم. آقای قالیباف خانم، آقای قالیباف میرن سیس ترکیه میخرم. به هر حال این متأسفانه فساد در ابعادی چنان گسترده در مملکت است که خود اینا گاهی مجبور میشن یه اشارهی بکنن. ولی واقعا افسوس میخورم که اون سرزمین پاک، اون سرزمین واقعا سرزمین نمونه، باید گرفتار چه کسایی بشه. ممنونم ازتون که این پیام رو به مردم دادی. ملت ما باید به این نقطه برسه. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. الان روزمرگیه. الان مردم دارن روز به روز قربانی میدن. دوباره کرونا اومده. ولی یک بار برای همیشه واقعا سریلانکایی ها با دست خالی، شکم گرسنه نشون دادن همت در یک ملت باشه میتونه سرنوشت رو عوض کنه. و این ملت ما هم واقعا قادره که سرنوشت خود رو عوض بکنه. و امیدوارم با بودن انسان‌های مبارزی مثل شما واقعا این کار انجام شد. اشاره به آقای خاکسار کردید، چه خبر از اونا دارید شما؟ اینا از روزی که دستگیر شدن در یک اتاق جدا در بند 6-1 آقای جعفری، آقای خاکسار و برادرم با هم هستن. و بعد چند وقت که باز همین مدت 5-6 ماه میشه که آقای دقیق تاریخشون نمیدونم، آقای واحدیان و آقای لعل محمدی هم هستن ولی جدان، همدیگر رو نمیبینن اگر در رفت آمد راه رو و هواخوری، حتی هواخوری هم با هم نمیبینن. این سه نفر با هم هستن، بالای 70 سال شده دیگه، انواع بیماری ها رو دارن. من برای برادر خودم من 3 مرتبه دستگاه فشار خون بردم و اون به حساب دفتر سلامت پس هم داده، قبول نکردن. خب اینا به بیماری های مبتلا شدن، مبتلا بودن، شرایط زندان اینجور رو اعصاب اینا راه میرن، انقدر اینا رو اذیت میکنن. مثلا برادرم زنگ میزنه دائم از اون طرف میگه آقا اینو نگو، آقا اینو نپرس. یعنی اگه یک احوال پرسی چه خبر، ما نمیشن. خب اینا هر 3 نفر با همن و محمد و آقای خاصار حتی یک روز هم نه به مرخصی نه برای درمان بیرون نیومدن، زندان. و سرکار خانم، مثل این که اینطور که به نظر میسه کرونا هم دوباره به صورت گسترده برگشته و آدم نگران زندانی هاست. زندانی ها در شرایط درستی نیستن. انواع بیماری از تغذیه که تغذیه درستی نداشته باشه خب مبتلا میشه. الان شرایط همه سخت شده. کسی که نمیتونه در هفته 1 کیلو گوشت بخره، خب معلومه که اگه هر بیماری هم بیاد، خب آقای خامنه‌ای هم که دیدیم دیگه سال 99 در دی ماه اومد گفت حق ندارین واکسن بیارین. الان بری مثلا همین بهشت رضای مشهد میریم یا خواجه روی، انقدر عکسای جوون جوون که اینا معلومه که بر اثر همین بیماری کرونا مردن. خب مخبرم اومد اون همه پولو بهش اختصاص دادن که میخواد بره نمیدونم تولید کنه، از سر بقالی سر کوچه‌مون تهیه کنیم. الان هیچ خبری نیست، همجور بیماری دور میزنه و انواع مختلفش میاد، مردم دارن مبتلا میشن. و تغذیه مردم خیلی مهمه. مردم نون برای خوردن ندارن، میوه‌ای نیست که طرف پولی نداره که بخره، نداره، هیچی نیست. و خب از ترسم تا یک حدی تا یک حدی، نه اینکه بگم کلن، نه بیخیال نشدن، ولی خب تا حدودی مردم از ترسی که جمهوری اسلامی یاده کرده. نکته جالب بود. من امیدوارم بانوان هموطن من که در خارج هستن نگاه کنن ببینن یه بانوی ایرانی چطور تمام قضایا رو دنبال میکنه، از تمام مسائل سیاسی آگاهه، مسائل اجتماعی رو میدونه، اوضاع کشور رو. واقعا به شما از این نظر تبریک میگم که یک نمونه‌ای شدید برای زن مبارز ایران.
آرزو میکنم روزگاری اون ایران آزادی رو که آرزو دارید، اون ایران آبادی رو که آرزو دارید ببینید، برادر نازنینتون بیرون از زندان با یارانش باشه. کار بزرگی کردن و شما کردید. اون نامه برای استعفای آقای خامنه‌ای نامه بسیار مهمی در تاریخ ثبت شد، بدون شک در تاریخ ثبت شد. و امیدوارم همدلان با این نامه هر روز تعدادشون بیشتر و بیشتر بشه. به هر حال یک صحبتی که من اخیراً شنیدم سرگاه خانم سپهری این بود که این آقای علم الهدا مشهد رو به گورستان هنر تبدیل کرده، یعنی نه موسیقی، نه هنر، نه شعر، نه کنسرت، نه حتی مسائل خیلی عادی جلوشو گرفته. آیا مردم در این باره مقاومتی کردن؟ آیا مشهد هنوز ما شاهد ولادت کسانی مثل شجریان هستیم، شاهد موسیقیدانان، خوانندگان و کسانی که نفی این استبداد رو میکنن در مشهد هستن؟ حتما هستم. من چند دفعه رفتم مثلا شهر طوس و سر خاک آقای شجریان، میبینم افرادی از شهرهای دور پا میشن میان، ادای احترام میکنن، شعراشو همونجا وای میستن زمزمه میکنن. بله حتما هستم، آره مطمئنم. حالا علم الهدا خب اینا بالاخره هم پول کشور دست ایناست، هم قدرت در حال حاضر، ولی به اون صورت که ادعا میکنن نه، پیش نبردن. مردم هم کار خوبی خودشونو دارن انجام میدن، هم جلو اینا وای نیستن، مطمئنم. حالا سپاسگزارم خانم سپهری، قدرت دستشونه در حال حاضر. سپاسگزارم. وقت ما به پایان رسید. خدا نگهدار. ما به پایان نرسید. میکنم بازم با اتون صحبت بکنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باز. به اتفاق بانو فاطمه سپهری، بانوی مبارز و آزادی خواه، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.